یکی از دوستان گفتن تصویب برجام رو به رهبری نسبت دادن که مثلا بله، اما شما که خب چشم دارید، ماشاءالله هوش دارید، همه چی رو میفهمید. اون نامه‌ای که من نوشتم، اون نامه رو نگاه کنید ببینید تصویب چجوریه. شرایطی ذکر شده در این صورت این تصویب میشه. اینه لازم می‌دانم نکاتی را یادآور شوم تا جناب عالی و دیگر مسئولان مستقیم و غیر مستقیم آن فرصت‌های کافی برای رعایت و حفظ منافع ملی و مصالح عالی کشور در اختیار داشته باشیم. لازم است تضمین‌های قبلی کافی تدارک شود و وضع هر گونه تحریم در هر سطح و نقض برجام در مسئول از آن پایان پرونده مطبوعات حالی را اجرام در مورد نوسازی کارخانه عراق با حفظ حفظیت سطح معامله اورانیوم غنی شده موجود در برابر کیک زرد با دولت کارخر و تمدیدات لازم برای توسیق میان مدت صنعت انرژی اتمی و مرجع متن تزانه را متن انرژی اتمی تحریم و توسعه در پایان دوره 8 ساله یک حیطت تقریب و آگاه و آزن برای رسمان البته اگر چنانچه این شرایط و این خصوصیات اجرا نشد، اعمال نشد، I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. وظیفه رهبری این نیست که بیاد وسط بگه برجام نباید اجرا بشه. ما عقیدمون این است که در زمینه‌های اجرایی رهبری نباید وارد میدان بشه و یک کاری رو اجرا کنه، یک کاری رو جلو اجراش رو بگیره. مگر اونجایی که به حرکت کلی انقلاب ارتباط پیدا میکنه اونجا چرا؟ اونجا وارد میشی. بنابراین نه، برجام رو به اون صورتی که عمل شد و تحقق شد بنده خیلی اعتقادی نداشتم و بارها هم به خود مسئولین این کار و آقای رئیس جمهور، به وزیر محترم خارجه، به دیگران همین رو گفتیم و موارد زیادی رو بهشون تذکر دادیم.